سرخط خبرها. از سرگیری فعالیت اداره ها و بعضی کسب و کارها در شهرستان های ایران، شهرداری تهران درباره افزایش موارد مرگ و ابتلا در پایتخت هشدار داد. کابل برای 2 هفته قرنطینه شد. والی پایتخت افغانستان میگوید اگر مردم رعایت نکنند تلفات کرونا 10 برابر می شود. کرونا در آمریکا جان 2000 نفر را در 1 روز گرفت. سازمان بهداشت جهانی میگوید پایان زود هنگام قرنطینه مرگبار است. و دیدار هیئت طالبان و فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان، توقف عملیات شبانه و تسریع روند آزادی زندانیان محور گفتگوهای دوحه بود. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران طرح موسوم به فاصله گذاری هوشمند آغاز شد. در شهرستان‌ها بعضی از کسب و کارها بازگشایی شدند. قرار است در تهران هم از آخر فروردین بعضی از کسب و کارها باز شوند، اما سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران گفته شمار موارد مرگ و ابتلا به کرونا در پایتخت در حال افزایش است. در همین حال بر اساس آمارهای رسمی شمار قربانیان کرونا در ایران با مرگ 125 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به 4357 نفر رسید و شمار موارد ابتلا هم از 70 هزار مورد گذشت. علی همدانی گزارش می‌دهد. ساعت 6 و نیم صبح شنبه 23 فروردین اتوبان امام علی تهران و سیل ماشین‌ها. ترافیک سنگین، کارمندانی که با آغاز طرح فاصله گذاری هوشمند به سر کارها باز می‌گردند. اداره‌ها باز شدند، مغازه‌های به گفته دولت ضروری هم باز. در شهری که به گفته رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرداریش از سایر نقاط کشور بدتر است. تلویزیون ایران گزارش کرده ترافیک بسیار سنگین ناشی از ترس عمومی از وسایل نقلیه عمومی است. معاون وزیر بهداشت گفته بیش از 1/4 موارد انتقال ویروس در وسایل نقلیه عمومی بوده. آقای روحانی در جلسه با رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت، جلساتی که تقریبا هر روز برگزار می‌شوند، دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران با مسئولین مرتبط با مهار کرونا. با وجود اصرارها دولت ایران شب عید اقدام به اجباری کردن ماندن مردم در خانه‌ها کرد. اداره‌ها و مراکز عمومی که معمولاً در طول نوروز تعطیل بودند، تعطیل ماندند. حالا اندکی بیش از 1 هفته بعد از پایان تعطیلات، در جریان آنچه طرح فاصله گذاری هوشمند خوانده شده، اداره‌ها باز شدند. اقدامی که با انتقاد برخی مواجه شده که میگویند در عمل خبری از قرنطینه آنطور که در بسیاری از نقاط جهان رایج است نبوده. رئیس جمهوری ایران اما میگوید شیوه به کار گرفته شده در ایران بسیار موفق است و مطابق با فرهنگ ایرانی. در فاز مدیریت شده بیماری کووید 19، سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم این روزها را روزهای مدیریت شده بیماری کووید 19 خوانده. آماری که دولت هر روز در جریان این کنفرانس خبری منتشر می‌کند همچنان روند افزایشیش ادامه دارد. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به کووید 19 به 70029 نفر و شمار درگذشتگان به 4357 نفر رسیده. آمار و نسبتی که بسیاری به دیده تردید به آن می‌نگرند. با وجود وعده‌های دولت بسیاری همچنان در غم نانند. با وجود شیوع بیماری و فاصله با مهارش، شاید همین دلیل بازگشایی مراکز تولید باشد. کارگر ساده ام تو میدون وای میشم. این اظهارات کارگران روزمزد که خبرگزاری ایسنا از ایران مخابره کرده. این آقایی که صحبتای تو رسانه ملی داره صحبت میکنه قبل از عید بود. خب من نفری نمیدونم 200 تا 600 تومن میدم به سمت سرپرستان. چی شد؟ قرار بود به مردم کمک کنن، هیچی به ما ندادن. شبکه 6 الان هر روز اعلام میکنه آقا ثبت کالا میدیم، 600 تومن پول میدیم، یارانه اضافه میشه، ولی ما نیدیم. اگه کارت شماره کارتامونو بگیرن، اگر ریختن بگین آقا چرا دروغ میگید، 1 تومن من تا حالا نیدیم. یارانه که مرد دولت میده به مردم به کجاش میرسه؟ هیچ پول برنج، یک کیسه برنج هم نیست بخره بخوره، هیچی نداره که بخوره. تجلی عشق به منجی عالم بشریت، تصاویری که در رسانه‌های ایران بسیار دیده می‌شود. افرادی غیر مرتبط با بهداشت و درمان مشغول به قول رادیو تلویزیون حکومتی کمک به کادر درمان. این طلبه‌های قمی مشغول ضد عفونی معابر. فقط به این عزیزان میتونم این مسئله را بگم که یا این یکی برگزاری مراسم تقدیر از کادر درمانی توسط مساجد در شرایطی که گرد همایی‌ها منع می‌شوند، این روحانیون اهل خوی با حضور
حضور در بیمارستان ها مراسم قدردانی از کادر درمان به پا کردند. اقداماتی بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با پشتوانی تبلیغات گسترده از رادیو تلویزیون حکومتی. علی همدانی، بی بی سی. ساعتی قبل از دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی در لندن، پرسیدم بازگشایی کسب و کارها در ایران با وجود افزایش آمار مبتلایان تا چه اندازه ممکن است باعث گسترش بیشتر این اپیدمی شود و شهروندان برای مصون ماندن در چنین شرایطی چه کار باید بکنند؟ سرایت ویروس به یک سری عوامل مربوطه و این عوامل در بسیار از کشورهای جهان تقریبا شبیهه. البته خب بعضی از کشورها ممکنه که توشون رفت آمد یا تراکم جمعیتی متفاوت باشه، ممکنه آمار متفاوت داشته باشن، ولی کم و بیش در تمام کشورها، از چه کشورهای آسیایی چه کشورهای اروپایی و آمریکا، می‌بینیم که پخش و ازدیاد این بیماری از یک به اصطلاح کیفیت و شکل همسو برخورداره. بنابراین این بیماری در حال حاضر فقط ما میتونیم از روی آمارهایی که مسجل هست یا اینکه حدسایی که بر اساس مدلینگ بگیم که چقدر پیشرفت کرده و در جلوگیری از اون باید چی کار کرد. در ضمن یه سری گزارش‌های جدید هست، جدید علمی تخصصی، که باید به اونها توجه داشت و در سیاست‌های هر کشوری باید اونها بازآموزی ایجاد کنن یا اینکه بازنگری ایجاد کنن و اینها دست جمعی تمام این مطالعات جدید به ما میگن که یک سری سیاست‌های مشخص که WHO سازمان بهداشت جهانی هم اونها رو الان به اصطلاح پروموت میکنه باید اونها مد نظر قرار بگیره. حالا اینی که آیا یک کشوری به دلایل مختلف، به دلایل به غیر از دلایل پزشکی و بهداشتی، ممکنه که نخواد اینها رو دنبال کنه، اون یک سوال دیگه است. دولت ایران الان نشون داده که قادر به برقراری این قرنطینه و دنبال کردن توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی نیست. مردم چطور میتونن از خودشون محافظت کنن وقتی که دولت نمیتونه اونها رو یاری بکنه؟ ببینید، این همین یافته‌های جدیدی که در عرض دو هفته اخیر بسیار بیشتر شده به ما نشون میده که ما باید یک کم بازبینی کنیم در مورد مسائلی که فکر میکردیم که باعث تماس و سرایت ویروس بشه. چند تا مسئله خیلی مهم. اول اینکه الان ما میدونیم که این دو متر فاصله ممکنه کافی نباشه، به خصوص در فضاهای بسته. الان ما فکر میکنیم که ویروس در ضمن ممکنه که از طریق ذرات معلق تا چند ساعت در محیط‌های بسته منتقل بشه. و مسئله دیگه که خیلی مهمه اینه که الان داریم به این نتیجه میرسیم که ویروس در کسانی که ناقل هستن و علائمی ندارن ممکنه خیلی سریع و با تراکم زیاد پخش بشه. بنابراین الان مدل‌هایی که متخصصین بهداشتی دارن در آمریکا، در چین، در اروپا توصیه میکنن بر اساس این یافته‌های جدید، و این مدل‌ها اینه که شما قرنطینه رو تا جایی باید نگه دارین که مقدار تعداد بیماران اونقدر پایین باشه که بعد از اینکه قرنطینه رو باز کردید بتونید سرایت و یا اپیدمی بعدی که ممکن اتفاق بیفته کنترل کنید، و این از طریق واقعا استفاده از ماسک و فاصله گذاری های اجتماعی. آیا الان ما باید نگرانی زیادی داشته باشیم از اینکه آمار به یک باره در ایران دوباره بالا بره؟ ببینید، همه مدل سازی ها، به خصوص یه مدلی که سه روز پیش از یه همکاری چین و استرالیایی بیرون اومده، داره کاملا به ما نشون میده که شما وقتی قرنطینه رو حتی جایی که خوب کنترل کردین باز کنید، اگر با روش های پیشگیرانه‌ای بسیار خوب، یعنی که استفاده درست از ماسک، بالای 80% از جامعه استفاده درست از ماسک و جداسازی و جلوگیری از تماس ها در مراکزی که ممکنه تراکم جمعیت باشه، این کارا را اگه انجام ندید حتما دوباره اپیدمی به وجود خواهد اومد. دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی، بود در لندن. در آغاز سومین هفته از وضع محدودیت‌های تردد در کابل، دولت افغانستان پایتخت را از فردا برای دست کم دو هفته قرنطینه می‌کند. والی کابل می‌گوید اگر قرنطینه رعایت نشود، شمار تلفات ناشی از شیوع کرونا ممکن است 10 برابر شود. بر اساس تازه‌ترین آمارها، شمار موارد شناخته شده ابتلا به کرونا در افغانستان به 555 تن رسیده. 18 نفر تاکنون جان باخته و 37 نفر بهبود یافتند. در همین حال، عملکرد دولت در مقابله با شیوع کرونا نارضایتی هایی را در پی داشته. نسرین نبا، خبرنگارمون در کابل، با ماست. بیشتر بهمون از وضعیت قرنطینه بگو و از شرایطی که قرار وضع بشه از فردا. از همین لحظه‌ای که من اینجا با شما صحبت کردم، 2 ساعت بعد قرار هست قرنطینه در
بعضی ولایات شروع بشه. هدف قرنطینه کردن کابل پایتخت این هست که چندین شاهراه و راه‌های مواصلاتی کابل را با بعضی ولایاتی که نزدیکتر به کابل هست و رفت و آمد به این ولایت بیشتر هست را مسدود میکنن. مثلا ولایت‌های سمت مشرقی مثل کنر، لغمان، ننگرهار و همینطور ولایت‌های دوروبر کابل مثل کاپیسا، پروان، میدان بردک، لوگر، حتی کارمندایی از این ولایت هستن که در کابل زندگی میکنن، یعنی صبح وارد کابل میشن یا برعکس وارد این ولایت میشن و شب برمیگردن به خانه. به این دلیل رفت و آمد بین این شاهراها زیادتر از ولایت دیگر هست. به همین دلیل هم ولایت کابل، دفتر ولایت کابل تصمیم گرفته که این شاهراها رو مسدود بکنه. ولی وضع شدن قرنطینی که حالا جدیدن آمدن گفتن خیلی تاثیر روی وضعیت داخل شهر نداره، چون در همین چند روز گذشته محدودیت خیلی جدی بود و جدا از اینکه از موترها پرسیده میشد به چه هدفی بیرون آمدن و رفت آمدهای غیر ضروری اجازه نمیدادن، همینطور حتی از کسایی که با پای پیاده وارد خیابان ها میشدن پلیس در هر ایست بازرسی میپرسید و این محدودیت خیلی زیاد بود در این چند روز گذشته. آیا محدودیت ها برای مردم مشکلات ایجاد کرده؟ راستش بزرگترین مشکلی که این محدودیت‌های رفت و آمد در افغانستان ایجاد کرده و در چنین شرایط اقتصادی همون غم نان هست که شاید خیلی جای دیگه هم گفته بشه، ولی در افغانستان تاثیرش خیلی بیشتر هست، به دلیلی که نیم مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و همینطور هزاران نفر در هر شهری افغانستان به حالتی زندگی میکنن که روزمزد هستن، یعنی از درآمد روزانه زندگیشون رو سپری میکنن. بنابراین این تاثیر گذاشته روی شرایط اقتصادی، روی درآمد خیلی از افرادی که کار روزانه داشتن و همینطور حتی تعداد زیادی از کارمندهای بعضی دفاتر و سازمانها بیکار شدن. متشکرم از تو نسرین نوا در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اداره ها و بعضی کسب و کارها فعالیتشان را در بسیاری از استانهای ایران از سر گرفتند. همزمان شهرداری تهران گفته شمار موارد مرگ و ابتلا در تهران در حال افزایش است. کابل از فردا برای دو هفته قرنطینه می شود. والی پایتخت می گوید اگر مردم رعایت نکنند تلفات کرونا 10 برابر می شود. آمریکا نخستین کشور جهان شد که در 24 ساعت بیش از 2000 مرگ بر اثر ابتلا به کرونا ثبت کرده. شمار مبتلایان شناخته شده به این ویروس در آمریکا از 500,000 نفر گذشته و آمار کلی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایالات متحده در حال سبقت گرفتن از ایتالیا است. بیش از نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه به سر می‌برند که باعث فلج فراگیر اقتصادی در جهان شده، اما سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اگر دولت‌ها عجولانه قرنطینه را پایان دهند امکان دارد همه گیری ویروس کرونا دوباره اوج بگیرد. مهداد فرهمند گزارش می‌دهد. آیین گرامی داشت رزمندگان خط مقدم در نیویورک که در جنگ با کرونا جان باختند. کارکنان بهداشت و درمان. افزون بر سوگواری، اینجا نیز اکنون مردم در خانه می آیند و برای پزشکان و پرستاران دست می زنند. این کلان شهر اکنون آلوده ترین جا در ایالات متحده به ویروس مرگبار است. نیمی از مرگ و میر بر اثر کرونا در آمریکا از نیویورک گزارش شده است. اما سایه کرونا بر سراسر ایالات متحده سنگینی می کند. این صف دریافت کالاهای ضروری در کالیفرنیا است. میان این همه خبر بد، پژوهشگران نوید خیر می دهند. پیش بینی می کنند آمریکا تا همین جمعه به اوج بحران برسد و سپس در سرپایینی بیفتد. این همان چیزی است که دونالد ترامپ می خواهد تا از 20 روز دیگر قرنطینه را شل کند و چرخ اقتصاد را به چرخش بیاندازد. هرچند سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که پایان زودرس قرنطینه میتواند فاجعه آفرین باشد. در جنوب آمریکا در ایالت‌های معروف به کمربند انجیلی در این روزهای عید پاک بی جشن و آیین اسقف اعظم سوار هواپیما شده تا از آسمان واسطه رحمت ایزدی برای شهر نیو اورلان شود. باشد تا مسیح
این شهر طوفان‌خیز را از این بلای تازه در امان نگه دارد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. و بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بیشترین قربانی را الان ما در آمریکا داریم، بیشتر بهمون بگو از اوضاع در اونجا بهمن. تعداد 2000 یا بیشتر از 2000 کشته شده در گذشته از کرونا در 24 ساعت گذشته بیشتر از هر روز دیگری در بحران کرونا در آمریکاست، ولی ساکنان شهر نیویورک میگویند که مقام‌ها کرده بودن این بود که حداقل این اوج باشه، یعنی ما رسیده باشیم به اون جایی که دیگه شروع بکنه در سرازیری بیفته و این 2000 تا دیگه افزایش چشمگیری نداشته باشه در روزانه. می‌دونیم که نزدیک 500,000 نفر الان در آمریکا مبتلا هستند و پرسش اساسی که وجود داره این است که در چه مقطعی میشه اطمینان پیدا کرد که منحنی به سرعت رو به پایین رفتنه و میتوان در بعضی ایالت‌ها دست کم کسب و کارها رو به حالت عادی بازگردون. دعوای اصلی الان این هست، از یک سو آقای ترامپ از همه بیشتر علاقه‌منده که زودتر برگردیم به حالت عادی و دیگران در اطرافش مخصوصا مقام‌های بهداشتی هشدار میدن که بازگشت زود، همونطوری که در گزارش هم آمد که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده، میتونه باعث بشه که دوباره ما شاهد افزایش تعداد مبتلایان باشیم. و همین جهت اینکه 20 روز دیگه باشه، اینکه یک ماه هم بعد از اون تمدید بشه، اینکه بعضی ایالت‌ها زودتر از دیگران اجازه پیدا کنن به حالت عادی بازگردن، این پرسش‌هایی است که در برابر کاخ سفید قرار داره و به تبع نگرانی‌های آقای ترامپ غیر از مسائل سلامت، مسائل سیاسی و انتخابات و تأثیر اقتصادی این ماجرا هم هست. و همین جد الان وارد اون مرحله شدیم که بسته به اینکه چه تعدادی مبتلا بشن، تعداد کسانی که مبتلا شدن به کرونا با چه سیری افزایش یا کاهش پیدا بکنه و همچنین مرگ و میر که میبینیم الان تقریبا آمریکا رو به حداقل در مرگ و میر رسمی از بقیه کشورها بیشتر هست، حتی از ایتالیا. در اون ما در مرز 19,000 کشته قرار داریم، در گذشته قرار داریم در کل این ماجرای تا اینجا. به همین جهت به نظر میاد که اون محاسبات سیاسی هم تحت تأثیر این اعداد ارقام قرار خواهد گرفت در روزهای آینده و در مورد این سوال که کی به حالت عادی باز خواهد گشت. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. با افزایش شمار قربانیان کرونا در ترکیه، 31 شهروند این کشور برای 48 ساعت قرنطینه شدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد با اعلام این خبر مردم به سمت فروشگاه‌های مواد غذایی هجوم بردند. موارد ابتلای قطعی به کرونا در ترکیه تا کنون 47 هزار مورد و موارد مرگ هم بیش از 1000 مورد گزارش شده. برای صحبت در مورد وضعیت ترکیه، مهدی شبانی خبرنگار فیلمساز از استانبول ترکیه با ما هست. آقای شبانی، الان وضعیت در استانبول جایی که شما هستید چطوره؟ ببینید امروز طبعا خیلی ساکن، گزارش‌های زیادی البته میاد از اینی که مردم بلا تکلیفن برای گرفتن نون، چون دیروز شب ساعت 10 شب به یک بار دولت اعلام کرد که از ساعت 12 شب دیشب در اصل قانون منع رفت آمد اعمال خواهد شد، که یه پانیک و وحشت بزرگی رو دیشب ایجاد کرد که باعث یک هرج و مرج ویژه‌ای شد. امروز چی میگن وضعیت یه مقداری آروم‌تره، ولی هنوز هم برای گزارش‌های مختلفی امروز تو رسانه‌های مجازی دیده می‌شد که مردم برای اینکه مثلا نونشون رو تهیه بکنن، چون دیشب یک گزارش بعدی دولت داد که یعنی یک چیزی داد که در اصل برای خرید نون میتونن بیرون برن مردم و یک سری مراکز بهداشتی، مراکز پست و غیره، ولی کماکان این بلا تکلیفی موجوده، علل خصوص اینکه دیشب بعد از اینکه دولت، وزیر کشور و وزیر بهداشت اعلام کردن قانون منع رفت و آمد رو، ما از طرف فرض کنید مقام‌های دیگه‌ای به صورت مثال اکرم اموغلو شهردار استانبول اعلام کرد که اصلاً باهاش هماهنگی نشده بوده و این عدم هماهنگی باعث یک بروز یه تشنج زیادی توی افکار عمومی ترکیه شده بود. الان گفته میشه که 31 استان در ترکیه برای 48 ساعت قرنطینه شدن. یعنی موضوع قرنطینه تا الان در ترکیه مطرح نشده بوده یا این شکل دیگری از قرنطینه است؟ ببینید در اصل این مدل قرنطینه که در اصل منع رفت و آمد باشه اولین باره که مطرح میشه. یک در اصل 2 هفته‌ای بود که یک تحلیلگرای انتظاری داشتن که همچیزی اعلام بشه و
ولی اینکه به یک باره به این صورت و بدون هیچ هماهنگی با نهادهای مرتبط و در عین حال آماده سازی افکار عمومی برای اینکه این قانون من رفت آمد اعمال خواهد شد رو این یک بارگیش خیلی تحت فشار گذاشت، ولی این اولین باره که این مدل در از مدل قرنطینه و من رفت آمد داره در ترکیه در ایام کرونا اعمال میشه. مهدی شبانی خبرنگار فیلمساز در استانبول، متشکرم از شما. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که طبیعت می‌تواند تأثیر مثبتی روی سلامت روان داشته باشد. ماندن در قرنطینه برای بسیاری به معنی دور ماندن از طبیعت است. حالا برخی از خیریه‌ها تلاش می‌کنند تا افراد آسیب‌پذیر را در قرنطینه به شکلی با طبیعت پیوند بدهند. کلر مارشال گزارش می‌دهد. چشمامونو میبندیم و یک نفس سطحی میکشیم. تصور کنید که دارید در حاشیه یک علفزار راه میرید. این تجسم یک راهپیمایی مجازی در خارج از شهر است که توسط داوطلبی از یک خیریه سلامت روانی اجرا میشود. گیاهان، درختان و بوته های زیاد اینجا هست. وقت گذراندن در طبیعت تأثیری قوی دارد. مطالعات علمی زیادی سودمندی‌های جهان طبیعت را نشان داده. وقتی بیرون هستیم فشار خونمون پایین میاد، نوسان ضربان قلبمون بیشتر میشه. این خوبه. سطح کلسترولمون پایین میاد و همه اینها باعث کاهش استرس میشه. اما در قرنطینه چطور؟ این درمان باعث میشود که مدت بیشتری را جلوی کامپیوتر بگذرانید. شرکت کنندگان چیزهایی که از باغچه و اطراف خانهشان پیدا می کنند به اشتراک می گذارند. عده‌ای مثل امیلی سعی دارند با نشان دادن تعدادی از حیوانات مورد علاقه مان به ما کمک کنند. سازمان حیات وحش حدود 20 دوربین در سراسر کشور قرار داده. امسال عده‌ای خیلی زیادی نسبت به سال گذشته تصاویر این دوربین ها را تماشا می کنند. هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و ارتباط با طبیعت برای مردم روز به روز مهمتر می شود. خبر خوبی است، در حالی که جوامع انسانی با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، جهان طبیعت بدون هیچ مزاحمتی به کارش ادامه می دهد. نمایندگان طالبان با ژنرال مایک میلر فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان گفتگو کردند. دو طرف در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. سهیل شاهین سخنگوی هیئت طالبان در قطر گفته این دیدار درباره اجرای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان بوده. پیشتر طالبان به کندی روند رهایی زندانیانش توسط دولت افغانستان که یکی از شرطهای توافق است اعتراض کرده بود. سخنگوی طالبان همچنین گفته نمایندگان طالبان خواستار توقف عملیات شبانه در مناطق غیر جنگی شدند. خب سعی داشتیم که در این باره گفتگوی داشته باشیم با مهمانی که دعوت کرده بودیم در افغانستان برای این موضوع، ولی متاسفانه این گفتگو و این تماس برقرار نشده. در بخش‌های بعدی خبر به این موضوع خواهیم پرداخت. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. یک شرکت داروسازی آمریکایی میگوید نتیجه آزمایش‌های اولیه دارویی که برای درمان مبتلایان به ویروس کرونا تهیه کرده امیدوارکننده بوده. این دارو که توسط شرکت گیلیاد ساینسز ساخته شده روی 53 بیمار بدحال آزمایش شده. به گفته این شرکت حال بیش از 2/3 بیماران بعد از استفاده از داروی رمدیسیویر بهتر شده و از مجموع 30 بیماری که در حالت اغما و زیر دستگاه تنفس مصنوعی بودند 17 نفر بعد از استفاده از این دارو به شرایط عادی بازگشتند. سازمان هلال احمر ایران گفته بارش‌های 3 روز اخیر به جاری شدن سیل در 16 استان منجر شده. پیشتر سازمان هواشناسی ایران هشدار داده بود که خطر سیل 21 استان را تهدید می‌کند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود دولت با توجه به تجربیات سال‌های گذشته برای مقابله با سیل آماده است. بر اساس گزارش از ایران، یک زندانی کرد که از زندان سقز به اقلیم کردستان عراق گریخته بود پس از استرداد به ایران اعدام شده است. فعالان حقوق بشر میگویند مصطفی سلیمی از سال 1382 در زندان بود و به خاطر عضویت در یکی از احزاب کرد و همچنین به جرم درگیری با نیروی انتظامی به اعدام محکوم شده بود. گفته شده آقای سلیمی یکی از 74 زندانی بود که بیش از 2 هفته پیش از زندان سقز در استان کردستان ایران گریختند. منابع رسمی این گزارش‌ها را تایید نکردند.
در اندونزی آتشفشان آناک کراکاتاو فعال شده. دانشمندان شدت فعالیت این آتشفشان را با فوران سال 2018 آن مقایسه کردند که باعث سونامی در بخشهایی از جاوه و سوماترا شد. فوران این آتشفشان فعلا تلفاتی نداشته است. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.